حکم اجرا گرفتن قانون نوی روسیه در برای بیخطری حرکت در راه سبب بیکار ماندن و یا به مشکل گرفتار شدن هزاران راننده تاجک شده است. سبوری سی ساله و ساکین خطلان یکی از و تاکنون برای شرکت های گناگون به مثل اوبر و یا یندکس تاکسی کار میکرد.

بر اساس قانون نوی روسیه درباره بی خطری حرکت در راه ماجران کاری و در عموم خارجان اجازه ندارند با سند رانندگی کشور خودشان در روسیه به حیث راننده کار کنند از روز یکم ایون ماجران تاجیک گزبک خرقیز که بیشتر تاکسی و یا اتوبوس میرانند دیگر از حق مسافرکشی محروم شدند علی از شهر دوشنبه که سه سال باز در روسیه تاکسی میرانده است بر رادیو آزادی گفت پینهانی پینهانی کار میکردیم و آخر دو روز آخری که وقتی نمیشود کار پینهانی کار کردن نتونستم بریم قانون اصلاح شده روسیه به شهروندان خارجی و به خصوص شهروندان کشورهای مشترک المنافع اجازه می در این کشور رانندگی کنند ولی حقی کار ندارند مقامات روسیه میگویند قبل از حکم اجرا گرفتن قانون مهاجران و کارگران خارجی را آگاه کردند که باید гувоҳиномаи русӣ бигиранд вале алӣ мегӯяд зимни муроҷиат ба мақомоти бозрасии давлатии автомобилии русия ба онҳо ҷавоби рад додаанд با قول سبور از هر سه راننده تاکسی در روسیه دو نفرشون ماجران آسیای مرکزی هستند رسانه‌های روسیه هم میگویند تعداد زیادی رانندگان تاکسی و نقلیات شهری شهروندان سی مرکزی هستند به نوشته این رسانه ها در روز اول حکم جرا گرفتن قانون از جمله در شهر ولادیوستوک حرکت نقلیات با مشکل روبرو شده است و مردم زیادی هم منتظری اتوبوس بودند که رانندگان این اتوبوس ها هم مهاجران کاری هستند با گفته مقامات روسیه قانون در باره خطری حرکت در راه سال 2014 قبول شد وره اون را سه سال تصویب نکردند تا خارجان توانند گواهی نامه شون را دیگر کنند یا در روسیه در خوانندگی خونده گواهی نامه روسی بگیرند اما با گفته صبور و علی هنگام مراجعت به مقامات بازرسی دولتی افتامبیلی با بحانه زیاد درخواستی آنها رد می شود